هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. هموطنان آمریکایی من، امروز من میخوام دنیا رو مطلع بکنم از تلاش های ما برای جلوگیری ایران از به دست آوردن سلاح های هسته ای. حکومت ایران کشور پیشتاز حامی تروریسم در دنیاست. او مشغول صادر کردن سلاح های خطرناک، صدور کردن اختلافات و گروه های شبه نظامی مانند حزب الله، حماس، طالبان و القاعده در منطقه است. در طول سالهای گذشته آمریکا و شبه نظامی را تحت حمایتش سفارتخانه های آمریکا را بمباران کردند، به تأسیسات نظامی حمله کردند، صدها خدمه نظامی آمریکایی را مورد حمله قرار دادند، آمریکایی ها را ربودند و شکنجه دادند. حکومت ایران هرج و مرج و تروریسم خودش رو تحت حمایت مالی قرار داده از طریق غارت منابع کشور و مردم خودش. اقداماتی که حکومت ایران انجام داده بسیار خطرناک بوده، ولی خطرناکتر از همه تلاشش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و راه‌های شلیک کردن این سلاح‌ها. در سال‌های گذشته دولت‌های قبلی آمریکا وارد توافق هسته‌ای شدند در ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای ایران که تحت عنوان برجام شناخته می‌شد. بر روی کاغذ این توافق هسته‌ای قرار بود که حفاظت بکنه از آمریکا و متحدان ما در برابر جنون یک سلاح هسته‌ای از طرف ایران، سلاحی که فقط باعث به خطر افتادن حکومت ایران میشد. اما در واقع توافق هسته‌ای کمک کرد به حکومت ایران که ادامه بده به غنی‌سازی اورانیوم و رسیدن به آستانه تولید سلاح‌های هسته‌ای. توافق هسته‌ای باعث برداشته شدن تحریم‌های فلج کننده علیه ایران شد، در ازای یک سری محدودیت‌های بسیار ضعیف بر روی فعالیت‌های هسته‌ای ایران، بدون گذاشتن هیچ محدودیتی بر روی دیگر رفتارهای سوء ایران در منطقه، مانند اون چه که در سوریه انجام میده، در یمن و در نقاط دیگر دنیا. به عبارت دیگر، در نقطه‌ای که ایالات متحده نهایت اهرم رو در دست داشت، یک توافق هسته‌ای فاجعه بار رو شکل داد که باعث شد به این حکومت دست بالا رو بده، میلیاردها دلار پول بده، بعضی از این پول‌ها رو به صورت پول نقد بده که مایه شرمساری من به عنوان یک شهروند آمریکاست و دیگر شهروندان آمریکا. یک توافق هسته‌ای سازنده در همون زمان میتونست منعقد بشه، ولی نشد. توافق هسته‌ای ایران یک افسانه رو پرورش داد که یک حکومت جنایتکار فقط به دنبال یک برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای هست. اما امروز ما شواهد غیر قابل انکار داریم که وعده های ایرانی ها یک دروغ بود. هفته گذشته اسرائیل اسناد اطلاعاتی رو منتشر کرد که ایران سعی در پنهان کردن اونها داشت، که قاطعانه نشون میداد حکومت ایران چگونه در طول سالهای گذشته به دنبال سلاح‌های هسته‌ای رفته. واقعیت اینه که این یک توافق بسیار بد و یک طرفه‌ای بود که هرگز نباید منعقد می‌شد. باعث ایجاد آرامش نشد، باعث ایجاد صلح نشد و هرگز هم نخواهد شد. در طول سالهایی که توافق هسته‌ای منعقد شد، بودجه نظامی ایران 40% افزایش پیدا کرد، در حالی که اقتصادش بسیار وضع بدی داره. بعد از اینکه تحریم ها برداشته شدن، دیکتاتوری ایران از پول هایی که به دست آورد خرج سلاح هایی کرد که باهاش بتونه سلاح های هسته‌ای شلیک بکنه، از تروریسم حمایت بکنه و هرج و مرج رو در منطقه صادر بکنه. این توافق انقدر بد روش مذاکره شده که حتی اگر ایران هم به این توافق عمل بکنه، باز حکومت میتونه در آستانه تولید سلاح هسته‌ای در ظرف مدت بسیار کوتاهی باشه. اون بخش توافق هسته‌ای که کمک میکنه ایران به آستانه تولید سلاح هسته‌ای برسه غیر قابل قبوله. اگه من اجازه بدم که این توافق پابرجا بمونه، به زودی یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای در خاورمیانه خواهیم داشت. هر کسی دنبال این سلاح‌ها خواهد بود که همون موقع که ایران داشته باشه اون هم داشته باشن. آنچه که مزید بر علت شد،
اون بخش توافق که مربوط به بازرسی های هسته‌ای میشد سازوکارهای لازم رو در نظر نگرفت که بتونه شناسایی بکنه جرزنی های ایران رو، مجازات بکنه جرزنی های ایران رو، و حتی این بازرسی ها و بازرسان اجازه ندارن که برن دنبال خیلی از اماکن نظامی که امکان داره برنامه هسته‌ای در اونجا دنبال بشه. نه تنها توافق هسته‌ای نتونست جلوی بلندپروازی های هسته‌ای ایران رو بگیره، اما نتونست در عین حال توسعه سلاح‌های بالستیک را از طرف حکومت هم بگیره، سلاح‌هایی که بر اونها میشه کلاهک‌های هسته‌ای سوار کرد. توافق هسته‌ای کمک نمی‌کنه که جلوی تلاش ایران برای به خطر انداختن ثبات در منطقه جمله حمایت از تروریسم رو بگیره. بس بعد از زمان توافق هسته‌ای بلندپروازی‌های خونین ایران فقط وقیحانه تر شدن. به خاطر تمام این نارسایی که توافق هسته‌ای داره، من اکتبر گذشته اعلام کردم توافق هسته‌ای یا باید دوباره مورد بازنویسی قرار بگیره یا به پایان برسه. سه ماه بعد از اون در 12 ژانویه من این پیش‌شرط‌ها رو تکرار کردم و به روشنی گفتم اگر توافق هسته‌ای نتونه درست بشه، ایالات متحده در این توافق باقی نخواهد موند. اون بخش توافق هسته‌ای که کمک میکنه ایران به آستانه تولید سلاح هسته‌ای برسه غیر قابل قبول. اگه من اجازه بدم که این توافق پابرجا بمونه، به زودی یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای در خاورمیانه خواهیم داشت. هر کسی دنبال این سلاح‌ها خواهد بود که همون موقع که ایران داشته باشه اون هم داشته باشن. آنچه که مزید بر علت شد، اون بخش توافق که مربوط به بازرسی های هسته‌ای میشد سازوکارهای لازم رو در نظر نگرفت که بتونه شناسایی بکنه جرزنی های ایران رو، مجازات بکنه جرزنی های ایران رو، و حتی این بازرسی ها و بازرسان اجازه ندارن که برن دنبال خیلی از اماکن نظامی که امکان داره برنامه هسته‌ای در اونجا دنبال بشه. نه تنها توافق هسته‌ای نتونست جلوی بلندپروازی های هسته‌ای ایران رو بگیره، اما نتونست در عین حال توسعه سلاح‌های بالستیک را از طرف حکومت هم بگیره، سلاح‌هایی که بر اونها میشه کلاهک‌های هسته‌ای سوار کرد. توافق هسته‌ای کمک نمی‌کنه که جلوی تلاش ایران برای به خطر انداختن ثبات در منطقه جمله حمایت از تروریسم رو بگیره. بس بعد از زمان توافق هسته‌ای بلندپروازی‌های خونین ایران فقط وقیحانه تر شدن. به خاطر تمام این نارسایی که توافق هسته‌ای داره، من اکتبر گذشته اعلام کردم توافق هسته‌ای یا باید دوباره مورد بازنویسی قرار بگیره یا به پایان برسه. سه ماه بعد از اون در 12 ژانویه من این پیش‌شرط‌ها رو تکرار کردم و به روشنی گفتم اگر توافق هسته‌ای نتونه درست بشه، ایالات متحده در این توافق باقی نخواهد موند. در طول ماه‌های گذشته ما به طور گسترده با متحدانمون و با شرکامون در سراسر جهان صحبت کردیم، با فرانسوی‌ها، با آلمان‌ها و با انگلیسی‌ها. ما با دوستانمون در خاورمیانه هم مشورت کردیم. همه ما یک صدا هستیم. همه ما یک صدا هستیم در درکمون از خطر ایران و در عزممون برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای. بعد از این مشورت‌ها برای من بسیار روشن شده که ما نمیتونیم جلوی یک بمب هسته‌ای ایرانی رو در چارچوب این توافق پوسیده بگیریم. توافق هسته‌ای با ایران ناقصه، در ذات خودش ناقصه. اگه ما هیچ کاری نکنیم، میدونیم که دقیقاً چه اتفاقی خواهد افتاد. در طول یک مدت بسیار کوتاه، یک حامی اصلی تروریست در دنیا که ایران هست، در آستانه دستیابی به خطرناک‌ترین سلاح دنیا خواهد بود. بنابراین من امروز اعلام می‌کنم که ایالات متحده آمریکا از توافق هسته‌ای ایران خارج خواهد شد. ظرف چند دقیقه آینده من یک فرمان ریاست جمهوری را امضا خواهم کرد که تحریم‌های هسته‌ای علیه حکومت ایران را مجدداً به مورد اجرا خواهم گذاشت. ما بالاترین سطح تحریم‌های اقتصادی رو اعمال خواهیم کرد. هر ملتی که کمک کنه به تلاش ایران برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای هم میتونه توسط آمریکا مورد تحریم قرار بگیره. هیچ کس آمریکا رو به گروگان نخواهد گرفت. ما اجازه نخواهیم داد که شهرهای آمریکا با خطر نابودی و تخریب مواجه بشن. ما اجازه نخواهیم داد به حکومتی که شعار مرگ بر آمریکا میده دسترسی به مرگبارترین سلاح‌های دنیا پیدا بکنه. اقدام امروز من
یک پیام بسیار مهمی رو میده. ایالات متحده آمریکا تهدیدهای توخالی نمیده. وقتی من یک وعده ای رو میدم، وعده خودم رو حفظ میکنم. در واقع در همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، وزیر خارجه من در راه سفر خودش به کره شمالی هست برای تدارک ملاقات من با کیم جونگ اون. برنامه ریزی هایی در حال انجام هست، روابطی در حال شکل‌گیری هست و ما ایشالا به توافقی خواهیم رسید که با کمک کره جنوبی، ژاپن و چین بتونیم به یک امنیت و ثبات در منطقه برسیم. در حالی که ما از توافق هسته‌ای ایران خارج خواهیم شد، با متحدان خودمون کار خواهیم کرد تا بتونیم به یک راه حل جامع و پایدار برای حل خطر هسته‌ای ایران برسیم. از جمله تلاش‌های ما برای حذف تهدیدات موشک‌های بالستیک ایران، برای جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی ایران و همینطور گذاشتن یک سد بر روی فعالیت‌های مخرب ایران در خاورمیانه. در این حال تحریم‌های بسیار قوی علیه ایران اعمال خواهد شد. اگر رژیم به بنپروازی هسته‌ای خودش ادامه بده، بیش از هر زمانی که در طول عمرش با مشکلات بزرگ مواجه خواهد شد. و بالاخره من میخوام یک پیام برای مردم رنجیده ایران صادر بکنم. مردم آمریکا در کنار شما ایستادند. الان 40 سال هست که این دیکتاتوری قدرت رو قبضه کرده و یک ملت مغرور رو به گروگان گرفته. بیش از 80 میلیون جمعیت ایران متاسفانه در طول عمرشون هرگز ایرانی ندیدن که با همسایگان خودش رو به تعالی و پیشرفت بره و دنیا با دیده تحسین بهش نگاه بکنه. آینده ایران متعلق به مردم ایران هست. مردم ایران وارثان واقعی یک فرهنگ غنی و یک کشور کهنسال هستند. اونها سزاوار یک حکومتی هستند که بتونه به آرزوهای اونها احترام بذاره و بتونه به خدا و تاریخ اون کشور احترام بذاره. رهبران ایران مسلما خواهند گفت که اونها یک توافق جدید رو مورد مذاکره قرار نخواهند کرد. اب نداره، بذار بگن، منم جای اونا بودم همین حرف رو میزدم. اما واقعیت اینه که اونها دنبال این خواهند بود که یک توافق پایدار رو منعقد بکنن، توافقی که به نفع کشور و مردم ایران باشه. وقتی اونها بخوان این کار رو بکنن، من آماده هستم و من حاضرم که با اونا همراهی کنم. اتفاقای خیلی بزرگی میتونه برای ایران بیفته. اتفاقای خیلی بزرگی میتونه برای صلح و ثباتی بیفته که همه ما در خاورمیانه به دنبالش هستیم. به اندازه کافی رنج و مرگ و تخریب دیدیم. بذارین همین الان به یک نقطه پایان برسه. متشکرم. خداحافظ. خدا نگهدار شما.